سریال گیسو یا همان عاشقانه دو چند وقتی هست که داره پخش میشه، اما جالب چند تا نکته و حاشیه از این سریال رو بدونید. با ما باشید تا با هم این جنجال ها رو بررسی کنیم. اولی میریم سراغ پانتا بهرام. همونطور که تو قسمت اول داستان دیدین، بدون اینکه چهره یا عکسی از پانتا بهرام قرار بگیره، پانتا بهرام با یه سرطان مرد. اما چرا؟ خب کافیه یه سر به سریال دلدادگان بزنیم و ببینیم اونجا چه اتفاقی افتاده. هرچند همه جا میگن که پانتا بهرام یا با تهیه کننده به توافق نرسید یا از تکراری شدن میترسید، اما موضوع بر میگرده به سریال دلدادگان که اونجا هم پانتا بهرام به دلیل اینکه پولشو ندادن قسمتهای پایانی رو نرفت و یه افتضاحی توی سریال شد، چون اکثر سکانس ها گرفته شده بود و یهو غیبت پانتا بهرام باعث شد که فیلم پایان خوبی نداشته باشه. هرچند تو حالت عادی هم فیلم های ایرانی همچین پایان دلنشینی ندارن. در مورد مهناز افشار که مشخصه دلیل کشته شدنش چی بود. مهناز که مهاجرت کرده و به اونور آبها رفته باید خودش حذف می شد و شخصیتش رو کسی دیگه بازی می کرد. این کار رو به هانی توسلی سپردن. حالا با یه عمل جراحی یهو تبدیل به هانی توسلی میشه. توی قسمت‌های بعدی مشخص میشه. قسمت اول جدیدترین ساخته منوچهر هادی یعنی سریال گیسو 13 اسفند ماه 99 از شبکه نمایش خانگی پخش شد. سریال گیسو که به عنوان دنبالهی برای داستان سریال عاشقانه ساخته شده است، توجهات زیادی را به خود جلب کرده بود و حال باید دید که سریال گیسو موفق خواهد شد تا موفقیت عاشقانه را کسب کند یا خیر. داستان سریال عاشقانه با درگیری های یک زوج جوان آغاز می شود و در ادامه به مشکلات تک تک شخصیت ها که به واسطه پگاه و همسر وی به مخاطب معرفی می شوند می پردازد. ساره بیات و محمد رضا گلزار زن و شوهر محوری سریال بودند و در کنار آنها افرادی مثل هومن سیدی، بهار کیانفشار، حسین یاری و پانتا بهرام ایفای نقش می کردند. اما در ادامه و درست در جایی که درگیری های پگاه و همسر وی اوج می گیرد، کاراکتر گیسو با بازی مهناز افشار وارد داستان می شود. او ابتدا خود را دختر حاجی با بازی مسعود رایگان معرفی می کند، اما در ادامه مشخص می شود که زن شرعی حاجی و مادر دوم حسین یاری است. اما در پایان فصل اول این سریال، گیسو از فعالیت‌ها و همکاری خود با گروهی که رنگ و بوی جاسوسی داشتند رونمایی کرد. منوچهر هادی که با سریال عاشقانه بخت خود را در شبکه نمایش خانگی آزمود و بعد با رحمان 1400 باز هم تصمیم داشت تا رکورد پرفروش‌ترین فیلم سال را بزند، در این روزها که به خاطر شیوع بیماری کرونا استقبال از سریال‌های نمایش خانگی بالا رفته است، هادی چند وقت پیش سریال دل را به مخاطب عرضه کرده بود. سریالی که حاشیه‌های زیادی داشت، از سانسور شدن تا کند بودن سریال و به اصطلاح آب بستن توی داستان سریال و تایم اضافه کردن برای درآمد بیشتر تا داستان بی‌محتوا. منوچهر هادی پیشتر در مورد مشکلات مهناز افشار و همچنین احتمال تغییر بازیگر گفته بود برای نقش ایشان 100%. ایشان خود قصد ندارد به ایران برگردد. اساساً باید اول به ایران بیاید ببینم تکلیف او چه می شود. فعلا قصد ندارد به ایران بیاید تا زمانی که آماده بشویم. اگر مشکل او حل شد که خودش بازی می کند، اگر هم حل نشد که بازیگر جایگزین می گذاریم. قبل از تولید سریال دل بنا بود که فصل دوم سریال عاشقانه به تهیه کنندگی هومن کبیری ساخته شود و حدود 2-3 سالی است که طرح آن در قالب 2 فصل 17 قسمتی توسط علیرضا کاظمی پور و سعید جلالی در حال نگارش است. در انتها لازم به بیان است فصل اول سریال عاشقانه به کارگردانی منوچهر هادی و به تهیه کنندگی مهدی گلستانه در سال 1395 تا 1396 شمسی در شبکه نمایش خانگی منتشر شد.
این سریال که سعی در تابو شکنی هایی درباره ورود زندگی غربی در زندگی ایرانی ها داشت با اعتراضات بسیاری مواجه شد و خیلی ها نسبت به آنچه در سریال می گذشت و سبک زندگی که تصویر می شد واکنش نشان دادند. اما فقط مهناز و پانتا نیستند که در سریال وجود ندارن یا حذف شدن. فرزاد فرزین که نقشای در سری قبلی داشت به طور رسمی اعلام کرد با وجود توافق اولیه به خاطر تکراری نشدن کاراکترش در این فصل بازی نمی کنند. اما هنوز مشخص نیست در بخش ترانه و خوانندگی که نقطه قوت فصل اول بود. بهار کیان افشار آخرین بازیگری هست که حذف شده. اینکه در آخرین سکانس عاشقانه بهار کیان افشار ازدواج کرد و با هومن سیدی رفتن تو راه جاده شمال و تو فصل دوم کلن زیر همه چیز زدن در نوع خود از کارگردانی های جالب منوچهر هادی است. احتمالاً اینطور که پیش میرن بهار کیان افشار هم از هومن سیدی جدا شده یا اگه نکشتنش مثل پانتا بهرام. بازی بهار کیان افشار و سکانس‌های مشترکش با هومن سیدی از نقاط قوت فصل اول عاشقانه بود. نام بهار کیان افشار در بین بازیگران فصل دوم اعلام نشده است، اما هنوز غیبت او در این فصل قطعی نیست و شنیده شده عوامل در حال مذاکره با او هستند. تهیه کننده ی سریال دلدادگان گفت که برای بروز اتفاق مثبت مالی برای پانتا بهرام نمی توانستیم کار را متوقف کنیم. پروداکشن جدیدی البته با لطمه به ساختار داستانی را انتخاب کردیم. ایرج محمدی تهیه کننده ی سریال دلدادگان که باعث دلخوری پانتا بهرام شده بود گفت: جالب است بدانید منوچهر هادی را به عنوان کارگردان قبول دارم، چون با اعتقاد به مردم و با دستمزد پایینی پذیرفت این مجموعه را کار کند. نامش پاهای بیقرار بود، اما به جهت عاشقانه های متعدد نامش را دلدادگان برگزیدیم. و درباره حاشیه های پانتا بهرام که گفته بود به خاطر مسائل مادی حضور پیدا نکرده و در مورد پایان بندی نامطلوب سریال تاکید کرد: دنیای فضای مجازی که عرصه جدیدی باز شده خوشایند است. باعث می شود عوامل یک سریال را به چالش بکشند. ولی توصیه من نه در رابطه با سریال دلدادگان، بلکه درباره همه مسائل از مرز انصاف نگذرند که باعث ایجاد معضلات و مشکلات می شود و از حرف توهین‌آمیز اجتناب کنند. این ابزار مجازی نباید بلای جان ما بشود. محمدی درباره قسمت آخر گفت: سریالی مورد اقبال مخاطب می شود که همه قسمت‌هایش دیده شود و بیشتر در قسمت آخر نمود پیدا می کند. ما منتظر چنین حاشیه‌ای بودیم و همه می دانید در تنگنای اقتصادی هستیم. کسانی که در تلویزیون کار می کنند که یک بضاعت پایین مالی دارند، اما دستمزدها داده می شود، حالا یک مقدار دیرتر و یک مقدار زودتر. سریال دلدادگان با بیش از 400 لوکیشن در شمال، ورامین و شهرک غزالی در دوران‌های مختلف و بیش از 30 بازیگر و بازیگران فرعی و تامین بودجه‌اش بسیار دشوار است.